کار به اینجا کشیده شده. چرا؟ چون مبلغ دینی که دین شناس باشه، آموزش دیده باشه، با سواد دینی باشه، بیاد این تریونو به دست بگیره، حرف خدا رو به گوش مردم بزنه، قحط الرجاله. چقدر تو همین شهر جلسات سر پا میشه، اصلا گوینده دینی نداره. پای هر منبری نرید، هر آخوندی رو دعوت نکنید، به هر آخوندی دل ندید، هر کی چهار سبا اومد گل کرد، بلافاصله فریب نخورید، به هوش باشید. آخر الزمان ما در بدترین دوره ها داریم زندگی میکنیم، چنان حق و باطل به هم مخلوط شده، چنان انحرافات فکری و اعتقادی و عقیدتی جامعه رو فرا گرفته، در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد. اگه یه ذره کندوکاش بخوای بکنی، شبهه شرعی بر نکنه، اصلا پاک هست این آدم؟ چون انحراف در اعتقادات، در توحید نجاست آوره، کفر آوره، در امامت امام نمیشناسه، اون ضروریات اول مدرسه امامت رو بلد نیست، اعتقادیاتش همه خرابن در خراب. کجا باید درست بشه؟ تو همین مجالس، با چه کلماتی؟ با کلمات خود ائمه هدا علیهم السلام. نه هر کسی لاف دین و قارقار از دین میکنه دین مدار است. ببین آیا اون چه که میگه عمل میکنه؟ به والله یه دونه آخوند اهل عمل یک امتی رو میتونه آقا متحمل. فرهنگ اهل بیت ترویج نشده، حجاب اهل بیت، عفاف اهل بیت با چماق، با زور درست نمیشه. این جوان باید از من طلبه عمل و قول ما یکی ببینه. اگه این بالا منبر از من خدا و پیغمبر میشنه، به پایین منبر یه دیگه میگه برو جمعش کن. اهل بیت چی؟ کبرا از صدیقین. صدیق کیه؟ صدیق کسیه که یصدق فعله و قوله. وقتی پیکره ی آدم رو ساختم، تصفیهش کردم، سویته و نفخت فیه من روحی، آی ملائکه معصوم، قعوله ساجدین، همه در مقابل این مخلوق اول مهد حضرت آدم صفی الله باشه، یلا به خاک بیفتی. خب همه به خاک افتادن، همه این ملائکه به خاک افتادن. بعد میگه الا ابلیس دیگه چی کاره بود؟ تو اون وسط چه غلطی میگردی؟ ابلیس جز ملائکه نیست. قرآن میگه ابلیس کان من الجن. جن اون ولن چی کار میگرد؟ خدا هم گفته آقا ملائکه سجده کنن. اما انقدر نوشتن این فرد جنی خاص انقدر عبادت کرده بود، انقدر عبادت کرده بود که راه پیدا کرده بود در آسمان اول. همه سجده کردن الا این. تو چرا سجده نکردی؟ خدا خطاب کرد بهش، چرا سجده نکردی؟ چرا تمرد کردی؟ او از خاک، من از آتشم و آتش برتر از خاک. به چه دلیل در برتره؟ گوه نگاه کنی کم نفت بریز اینجا تو دل خاک ها، در این خاک نفت بریز، تا وقتی که این نفت و بنزین تو دل این ذرات خاک فرو رفته باشه، از لای خاک شعله آتش بالا می آید. این برتری مادی رو ملاک راست شد. من برترم. فخراج فخراج برو بیرون، در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. برو بیرون. مگه شهر ارته؟ مگه شما خبر نداری اداره کار قانون کار؟ بفرمایید من یه دو رکعت نماز خوندم، دو رکعت فرمودان، دو رکعت نماز فقط خوندم، 5000 سال نوری طول کشیده. اونا که خوندم مفت که نبوده که. تو هم که خدایی نیستی که ظالم باشی عمل کسی رو ضایع کنی، مزد عمل بده. اینم مزی که شما کارگر تو از شرکتت بیرون میکنی، میره اداره کار برای شکایت، میگه الله رسیدگی باید بشه، اینقدر باید بدید. گفت مزد عمل. گفت باشه باشه. گفت تو تعیین میکنی یا من؟ گفت من تعیین میکنم. گفت تعیین کن ببین تو چی میخوای، در ازای عبادتایی کردی چی بهت بدم؟ گفت من میخوام به من وقت بدی تا صبح قیام. خب وقت برای چی میخوای؟ برای چی وقت میخوای؟ برای چی مهلت میخوای؟ قال انذرنی الى يوم يبعثون. منو تا روز قیامت زنده نگه. چطور تا روز قیامت؟ چه هدفی داری؟ میخوای توبه کنی؟ آدم شی طول عمر؟ اگر میخوای از خدا طول عمر بگیری، میگو خدا یا ولا تجعل عمری مرتعا للشیطان. در دعای مکارم اخلاقه میگه خدا یا اگه بناس عمر من کش پیدا کنه
و زیادی عمر من سبب زیادی گناه و معصیت من باشه، فقط بزنی همین الان بمیرم بعد. درست شد؟ فقط بزنی الیک. گفت بر چی طول عمر میخوای؟ گفت دلم میخواد یک دولت شیطانی تشکیل. اوه تو هم سریع تو زرافی دو گردی دولت؟ میخوام مقابل توی به من یه قدرتی بدی، اینقدر عبادت کردم مدوش اینجا که من میگم بده. من میخوام با قدرتی که تو به من دادی صاف مقابل تو جبهه بگیرم، هر کاری تو بکنی منم مقابلش نسخه بدل داشته باشم. میدی یا نمی؟ میخوام پنجه تو پنجهت بندازم، بجنگ تو بجنگی. خداست دیگه، خداست. باش، من حرفی ندارم، میخوای دولت تشکیل بدی باش، اول یا آخر؟ پیش تصدی کرد گفت نه، اول دولت من. گفت باشه، اول دولت تو، امکاناتم بهت میدم. جوانها گوشاتون رو باز کنید، عرض من تمام شد. هر کاری خدا تو عالم میکنه فرم قلابیش و شیطان عمل خدا بید. یعنی چه؟ مهمترین کار خدا در نظام آفرینش هدایت هست. وقتی هم میخواد خدا هدایت بکنه، پیغمبر مبعوث میکنه، کتاب میفرسته، وحی میکنه، امام قرار میده، همین کاری که خدا کرد در نصیب هدایت ها. درست نقطه مقابلش حضرت ابلیس، رفیق شفیق بنده و جناب عالی، این کارا رو کرده و میکنه، میکنه به دلیل. یعنی خدا بعث رسول میکنه، پیغمبران رحمانی، شیطان هم پیغمبرهای شیطانی مبعوث می فرما. خدا بعضی پیغمبراش به معراج میبره، شیطان هم معراج میبره. بله میبره، اصلا روایات شماست. قدرت بهش داده شده. کسی که میخواد پنجه تو پنجه خدا مستقیم با خدا داره در میفته و میگه بجنگ تا بجنگیم، این تا زور نداشته باشه که زور از کجا آورده؟ یا باید بگی شیطان مستقله، یه موجود مستقل منفک از خداست، یعنی یه موجود قدیم به ذاته، تعدد قدما لازم میاد، شرک محض از جز محالات ذاتی و عقلیه است. پس حالا شیطان اقرار کرده به مخلوقیتش، خلق. پس شیطان مخلوقه، مخلوق هر چی داره از خالقه، پس هر چه نیرو داره خدا. و اگر خدا داده، خدا چون حکیم علل اطلاقه در خلقت شیطان، در دادن قدرت‌های شیطانی به حضرت ابلیس، احترامش بکنم که کمتر سر به سر ما بذاره، در دادن قدرت‌های شیطانی به حضرت ابلیس، تمامش به مقتضای حکمت بالغه الهی است. لذا یه وقتی خود شیطان گفت آه خدا، تو که میدونستی من اطاعتت نمی کنم و امر تو رو فرمون، چرا اول منو خلق کردی بعد چرا امرم؟ شش تا اشکال به خدا کردی، چرا خلقم کردی، چرا امر به سجده کردی؟ گفت شش تا اشکال دیگه کردی، اول به من بگو آی ابلیس تو منو خدای حکیم میدونی یا نمیدونی؟ گفت بله تو خدای. گفت پس خفه شو، اگه من حکیمم خفه شو، خلقت تو حکمت داره. و اینا مواد جمع باشن جوونا، مواد یه وقتی خیال کنی خدای تعالی شیطان رو به معنی موجودی خلق کرده فقط به مقصد شرارت بشه، ابدا ابدا. شیطان هم برای بندگی خلق شده، به سوء اختیار خودش ترک بندگی کرده. چرا؟ چون شیطان کان من الجن، قرآن خودش میگه جن رو خدا برای چی خلق کرده؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لذا شیطان و خدا خلق نکرده به مقصد شیطنت. هر زمانی هم شیطان پشیمون بشه تا قبل از قیامت میتونه پشیمون بشه. لذا تو روایت داره وقتی پیغمبر خاتم مبعوث به رسالت شد، یه وقتی اومد خدمت خاتم الانبیا گفت الست رحمتا للعالمین؟ تو رحمتا للعالمین نیست؟ گفت بله. گفت منم من العالمینم دیگه، یه سهمی از رحمت تو برای من، رحمت من کو؟ گفت چی میخوای؟ گفت بیا بین ما و خدا صلح صفا بده، اصلاح ذات البین خیلی ثواب داره ها، بین ما و خدای بنده فراری ثواب ثواب داره، اصلاح کن. گفت چش، خدای واسطه میشم من، ابلیس میخواد برگرده. خدا گفت میپذیرم میپذیرم. گفت میپذیری؟ گفت شرطی مرد. گفت یه شرط داره. دعوا سر چی بوده؟ دعوای اولیه. گفت دعوا سر سجده نکردن به آدمه. گفت خیلی خوب، حالا بره به آدم سجده کنه، ما مشکل میکنیم. گفت اون وقتی که آدم تازه خدا خلقش کرده بود، فابریک بود، خوشگل بود، اون آدمی که تو بهشت برزخی بود به من گفت در کمال تصفیه بوده، من اون وقت سجدهش نکردم بر جثه آدم، حالا که مرده و پوسیده و اینا بین رفته و اینا، حالا برم؟ گفتش که خب حالا آدم که مرده، گفت بره به قبر او سجده کن. گفت اون موقع
پوسیده و وقتی که خوشگل بود و جوان بود ما سعیدش نکردیم، حالا که پوسیده و پلاسیده شده این حرفا چیه؟ خدا میدونه. گفت مرغی پا داره. گفت خیلی خوب، بچرخ تا بچرخ. بعد گفت پس رحمت. گفت خیلی خوب. ابلیس در حدیث داره امام علیه السلام فرمود در صبح تا غروب دو تا کشیده حضرت جبرئیل، یکی صبح میزنه دو گوش ابلیس، یکی شب. این غذای صبحونه، اونم غذای شامشه. چون یکی از کارهای حضرت جبرئیل ترک زدن ها آز جمع باشه رو آیات بود. گفت یکی صبح میزنه یکی شب. گفت خیلی خوب، ما به جبرئیل سفارش میکنیم این یه دونه از این کشیده ها رو ما تو رو معافت میکنیم، یکی صبح میزنه. گفت چی میزننش؟ گفت یک کمی از نیروی او کم بشه، گیج بزنه، کمتر سر به سر بندگان خدا بذاره. اون وقتی که دوتا میزد که گیج گیج بود، فرعون و شداد و اونا رو درست کرد. حالا که الان یکیش معاف شده، یک کشیده بهش دنم، حساب کن ببین تو دنیا چقدر شرارت به پا میکن. ولذا قرار گذاشتن دو تا دولت، یکی دولت شیطانی از ابتدای حبوط آدم در این دنیا سرپا بشه. خود ابلیس گفت تا قیامت. خدا گفت زرشک، چی تا قیامت؟ من عالمو خلق کردم، تو را من خلق کردم، دنیا و آخرت مال منه، تمام حکومتش مال تو باشه، این که نمیشه که. گفت چیکار میکنیم؟ گفت نصفش مال تو نصفش مال من. نصفش چی جوریه؟ از زمان هبوط آدم ابوالبشر تا زمان ظهور مهدی اهل بیت دولت برای تو باشد. دا هر دولت بشر تا روز ظهور حضرت بقیت الله در عالم تشکیل شده و می شود شیطان خلاص دولت رحم کل عالم ها. و الان در کل عالم در حقیقت یک دولت واحده داره در کل عالم، حکومت نه دولت شیطان است، بقیه عمل عجله شیطان هست. اصلش یه دونه دولت فعلا رو کره زمین داره، ولذا تمام این دول در کل عالم دارن بر خلاف مسیر خدا عمل میکنن. دارید میبینید و آثارش جنگ است و تجاوز است و تعدی است و ظهور ظلم. و این انقدر باید کش پیدا بکنه بعد ما ملعت. یه نقشه ایست 9000 سال پیش تدوین شده، ولذا از زمان آدم و ابوالبشر تا الان ها همیشه اهل حق و اولیاء خدا مستضعفون. یه برهای خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، یه پیغمبر یه ذره شانس آورده مثل حضرت سلیمان، اونم رفته انقدر زاری کرده مویه کرده گفته رب املی ملکن لا ینبقی لعهد من بعدی. سلطنت به ناقی تا که پیغمبر ها همه چوپون باشن و خیاط باشن و اکثر پیغمبر ها چوپون بودن، اکثر پیغمبر ها شغلای عادی در هیچ پیغمبری وزیر نبوده، رئیس جمهور نبوده، شاه نبوده، اینا نبوده، پیغمبر ها همه گرفتن. این پیغمبر آمده التماس داره خدایا یکی مال ما رو استثناء بگیر. خیلی خوب، ما هم یک سلطنتی به تو خواهیم داد که این سلطنت یک گوشه ای از آن سلطنت الهیه مطلقه مهدویه آخر الزمان باشه. اون وقت 6000 سال پیش که اصلا بشر فکر تیارم تو کله، اگه میگفتی یک چیزی میخواد تو هوا پرواز بکنه میگفت آقای جادوی جعبده است. قرآن میگه در 6000 سال پیش سلیمان حشمت الله یک بساطی داشت به نام ازش تعبیر میکنیم به قالیچه سلیمانی، میشست بالای قالیچه و خودش و وزرا و کابینه و هیئت دولت اعتدال و دولت کلید و دولت بها اینا میشستن دور بر حضرت سلیمان حشمت الله. بعد حضرت حشمت الله هم دو تا پای تخت داشت، یکی فلسطین یکی شیراز. شما کثیری از محدثین ما قائلن که این کاخ حضرت سلیمان است و خرابه های طعم پعز میکنن که کاخ سلیمان حشمت الله. و قرآن میگه میشست فراز این قالیچه سلطنتی، اون وقت به باد فرمان میداد بادتون بیاید، بادتون میومد میزد زیر این بساط حضرت سلیمان حشمت الله، این قالی و این بساط رو بلند میکرد میبرد در ارتفاع 35000 پا 40000 پا از سطح دریا میبردشون بالا. بعد اون وقت فرمان میداد باد تند برود باد کند بیاید. اینا قرآن هر شخص من نمیخوام
رفته رو بخندونن. امشب هم بنده خیال نکنی سر شب آبجو یا ویسکی خوردم بحث کردم دارم لاتایل میگم شبه نشه. امشب نون و پنیر خود ماشاءالله چیز دیگه گیرمون نیامد. وقتی ممکنه یکی زی آقا تو فضای خیلی عرض کنم حواست به من باشه. یا ممکنه میگی شیخ امشب لابد ندونسته یا دونسته یه چیزایی درباری بهش دادم کرده عیالش حواسش نبوده علق ملقی خود نه حضرت عباس نه اینا که دارم میگم تمام روان الان دامن به زبان روان و شیرین شیوا میگویم تا شما متوجه باشی. زن قرآن میگه سلیمان حشمت الله فرمان میداد باد کند بیاید و تازه باد کندش وقتی این بساط رو حرکت میداد قرآن میگه قدوها شهر و رواهها شهر یه فاصله صبح تا بعد از ظهر مسافت دو ماه راه راد. بعد به شما میگیم مهدی خواهد آمد. یه برو بابا با شمشیر میخواد با فانتوم بجنگه. تو میفهمی وقت اول بدون مهدی که اول شخصیت آسمانی او رو بفهم. لذا اول میگه اللهم و صل علی ولی امره تویی که علا کل شیء قدیر به کل شیء خبیر اون باز شد. بعد می فرماید ولی امر کل قائم المحمد چون بناس خدا پروتکل خدا وعده گذاشته اگر پیمان بستی قرار داد بستی ولو اون طرف نقض پیمان کرد تو نکن. دلیلش این است امام مجتبی صلوات الله علیه وقتی با معاویه با این که حضرت مجتبی میدونست نامردیم کنند قدارها بعد از اون که معاویه اومد در صحابات مدائن اهدامه رو پاره کرد و گذاشت زیر پاد گفت حرفا چی چی ما خواستیم شاه بشیم که شدیم هیچ پیمانی رو عمل نمی کنم هیچ شرطی رو من وفا نمی کنم. اومدن به امام حسن گفتن خب اون نقص کرده فرمود اون نقص پیمان کرده است ما پیمان شکنی نمی خدا به اون شکنی کنه ولو طرفش ابلیس باشه و ما قرار گذاشتیم امضا کردیم این دولت شیطانی باید تا انتهای عمدش برود. دولت رحمانی از آغازش با صدای مبارک مهدی اهل‌بیت شروع. همه ما الان در دوران تاریک غیبت حضرتش داریم زندگی میکنیم، یعنی ما در سلطه شیاطین و جبابره دنیا گرفتار. تو این گرفتاری اگر کسی دستش صاحب کار نگیره جهنمیش قطعیه. برو بره راه نجاتش هم فقط اینه که به صاحب کار زیاد متوسل بشی. نزان در زیارتش میخونی السلام علیکه یا عین الله و یا سفینت النجات سلام بر چشمه زندگان. حالا که زندگی نداریم خاک بر سر ما کنند و یه زنده زندگی از کسیف آلوده به شبهات و ظلمات و کدا او همش کدر زندگی. زن قرآن از اون آقا تعبیر میکنه قل ان اسعقل افرعیتم ان اسبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بما این معین. آب گوارا و مهدی اهل بیت هم تشنه ای را او باید سیراب بکنه، هر گرسنه ای را او باید سیر بکنه، هر ناقصی را او باید به کمال لایقش برسانه. اون وقت دو کار داره، یک رسوندن به کمال سیر و سیراب کردن پروپیمون در عصر ظهور، عصر طلایی ظهور. اما در این معنا نیست که در دوران تاریک غیبت بیکار نشسته یک گوشی فقط انتظار میکشه تا مبسوط الید بشه. الان در باطن بسته ید داره، هر کس رو بخواد میتونه دستگیری کنه به شرطی که خودت بخواد. اگه بیشتر در تاریکی غیبت به یاد او میباشد برای فرج او کسرت دعا داره. اگه میخوای در این دوران تاریک هدایت بشی و به دامن زلال و اهل زلالت نیفتی، یکی از طرقش کسرت دعا بر تعجیل فرج اون سرور. یا للی تللی کنی یا دنبال سر این را بیفتی یا هر صاحب صدایی رو تلبیه کنی یا زنده باد امروز دنبال سر این زنده باد گفتی فردا اینجا گفتی زنده باد فردا گفتی مرده باد باز رفتی دست دامن این اون شدی تو در بیچارگی و حیرت گرفتاری.
حالا اونایی که امام شناسن در تا دوران تاریک غیبت هم حواسشون به اون نور حقیقی باشد. نظام یکی از القابش النجم الثاقب که از القاب قرآنی حضرته، درسته؟ یکی از القابش الطارق است، شهاب ثابت، نجم ثابت، او اینقدر القاب قرآنی داره. عرض من تمام چاره. یه روز حضرت به امیرالمومنین فرمود بعد از واقعه قدیس، فرمود علی جان من همه گفتنی ها رو گفتم، بیعتم گرفتم، ولی بیخ گوشت حواست جمع شد، نمیگذارن تو به خلافت برسی. ما اتمام حجتمون رو کرد، نمیگذارن. باید خونه بشینی 25 سال آخ چه خونه نشستنی. باور کنید من همین رفیق محترم ما که از تهران به من خبر داد اونجا که حاج آقا تهران وضع منبر چنینه، طلبه های بی سواد که مکرر عرض کردم خدا میدونه مجلس نگیری بهتر از اینی که مجلس بگیری طلبه بی سواد بالای منبر بنشونه. نگیرید مجلس. اگه عالم ربانی گیرت نمیاد تعطیل کن مجلسو. بارها بارها گفتم به این جلسات، این کرسی منبر امانت پیغمبر و آل پیغمبر، نباید این امانت رو دست نااهل قرار بده. من یادم قبل انقلاب دهاتی ها از اون در دهات ها میرفتن پیش مراجع، میشناختن بعضیشون، میرفت خدمت آقای مرجع تقلید، میگه آقا ما مارمزون امسال تو قلمون، مگه تو دهات، مگه چقدر مردم فرهنگ علمی دارن که حتما باید ملای با ده و یه طلبه عادی چهار تا مسئله بگه یه روزه‌ای بخونه ادارش میکنه تمومش میره. اما سابق عموم مردم فرهنگشون یه جوری بود که حاضر نبودن از طریق منبر هر کسی رو بر این کرسی بنشونن. حالا انقدر اوضاع تبلیغ به هم ریخته است، هر پشت کوه آمده دنبال گاو و الاغ دویده ای که هیچی از دین نمیدونه، چهار متر شال به سر میذاره میفته تو این جلسات دینی، خدا نکنه بر و رو داشته باشه و خوش قیافه و خوش تیپ باشه و پشت همانداد و شالاتان هم باشه و میره بالا مطرح میشه. دیگه نمیپرسه این پیش کی درس خونده، استادش کیه، چقدر سابقه درسی، هیچ مثلا حالیش نی. نوع جلسات ما این مشکل رو داره، نوع جلسات این مشکل رو داره. بیا بانی دنبال جمعیت میگرده، خیال میکنه اگه اینجا فرض کنید 10000 راس 20000 راس بالا نسبت شما گاو بیارن تو حسین کربلا یا بشینه اینجا، منم برم بالا منبر خواهد دلم خوش باشه که 20000 تا جمعیت گاو اینجا نشسته. نمیفهم واقع بعضی از این رؤسای جلسات درک این معنا رو نمیکنن. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود یا علی لن یهدی الله بک رجلا، یه نفر هدایت، یعنی در این حسینیه کربلا یا باز شه، یک نفر در طول ماه رمضان بیاد اینجا بشینه دین خدا و معالم خدا رو یاد گرفته باشه، بسه بسه پدر جان. ای دنبال جمعیت نباش. اون بانی اون جلسه بعدی ما چند شب پیش اومده بود اینجا، بعد که با هم میرفتیم بودم اونجا چیکار کنه اینجا، گفت آقا برای شبای احیا، چون من تهی کردم باهاش گفتم اگه بخوام قول بدم سه شب احیا رو نمیتونم بیام، من دوتا احیا نمیتونم اداره کنم، نمیکشم، مجلس مردمم خراب میشه، اگه بخوام قول بدم به استثنای شبای احیا. خب قرار گذاشتیم گفتیم من شبای احیا دیگه نمیام، اون حاج آقای یوسفی بعد ما حسشون اداره کنه. بعد شما بود اینجا گفت آقا من خواهش شما یه کاری کنین که احیای ما رو بیان. گفتم خب نمیتونم بیام. چی آخه همه جمعیت اونجا دیدین شباب یادتون میان دیگه، پون حسینی با اون بزرگی پر جمعیت میشه. گفت جماعه همه برای شما میان. گفتم هم اگه برای من میان خرن، بعد برای خدا بیاد. برای من میاد یعنی چی؟ گفت آخه مجلس ما برای توئه و شما اگه شبای احیا نیا هیچ کس نمیاد. خب جهنم که نیاد، تو وظیفت این چراغ رو روشن کنی، درو باز کنی، من به تو موز بدن دیگه. خب میدن دیگه، چه قصه ای داری؟ یه ساعت داشتم میگه بیخ گوشش یاسین میخوندم تا حلیش به بعد آخر سر میگه حاج آقا پس چیکار کنین؟ شما شبای یا به کسی نگین که نمیاد. گفتم یعنی از طریق یاد داره دروغ میگی؟ تو پرده نوشته آقا شیخ فلان، بعد مردم بیان بعد شیخ امشب کجا؟ امشب آقا مریض بودن نیامد. خب مگه مرض داری دروغ میگی؟ اصلا اس کار غلطه، اساس کار غلطه. هر شالاتانی بخواد بیاره اینجا، خب برای یه کمدین بیار بذار جایی من اینجا تمام این حسین تو سر این خیابون رو برو جمعیت میکنه، ولی ارزش داره؟ وقتی به من این رفیق عزیز ما از تهران دو گواجه تهران اینجوری باور کنه، اون دنیا قصه خوردم ای داده بیداد، کجا به انحطاط کشیده شده؟ مگه بالا منبر هر طلبه بی سواد درس ناخونده بی سابقه علمی برای چی میره منبر؟ یادم اون یارو داتی میمه پیش مرجع تقلید میگو از ایت الله ما برای قلعمون چقدر جمعیت داره؟ 50 نفر، 100 نفر، کل آبادی 100 نفر جمعیت داره. سی شب ما رمضان شما یک عالم مجتهد بفرستین، عالم مجتهد همتش بلند که حتما عالم باسوادی باشه. حالا تو شهرهای بزرگ حسینیه های بزرگ جلسات بزرگ او رئیس هیئت انقدر عقلش نمیرسه که باید این 1000 نفری که میخواد جمع بکنه، این فکرشو دست یک دانشمند
دینشناس، متدین، باسواد، مسلط به مسائل دینی باید میشینه پشت این تریبون. چون رعایت نمیکنن 190 جلسات دینی شما. ول متله بدون تعارف. ول متله. جوونه داره له له میزنه برای شنیدن معارف. له له میزنه. نمیدونم حالا امشب اون آقا اینجا دیشب اینجا نشسته بود. پریشب رفتم بیرون دیدم یه جوانی اومد دم در. سلام علیکم جواد. شما بفرمایید. گفت بنده آقا ساکن امریکام. استاد دانشگاه هستم. دکترا اینو میدونن. شاید الان تو مجلس بشه. اون آقا الان نمیبینه به چشم من نمیخوره. اینجا نشسته بود دیشب. من نمیشناسمش. گفت من از امریکا. من نوارای شما را از طریق شبکه سلام پیگیری میکردم. و چقدر و ایشون عبارتش بود میگه حاج آقا من تو این 10 سال 15 سالی که اونجا زندگی کردم اونی که منو از انحرافات اعتقادی سیانت کرد منابر کربلایی شما بوده که سلام پخش میکرده. بعدم بلند شدم ایران ساکن تهران از اون شمرون تهران گفت اصلا مشهد اومدم که شما رو ببینم و اگه بناس مزد خدا بده منو بس مزدامو دادن به بناس هدایت بشه. این اوضاع آقا که به من نقل کرد گفت طلبه ها بعضی آب منبری ها تو تهرون بس که جفنگ میگن وقتی اونجا نشسته بودم این دلم آتیش گرفته بود خاک بر سر ما کنن که کشور و مسائل تبلیغی اینقدر ملحد شده که این گرفتاری ها درست بشه. من که یه آدم عادی معمولی کم سوادم وقتی میفهمم یه بی سواد میخواد برس کرسی تبلیغ رو اشغال بکنه دلم میسوزه. حالا امیرالمومنینی که اعلم الناس بعد الله و رسوله این چقدر قصه میخوره وقتی بالا منبر ابوبکر و عمر رو میبینه. او چه دل پر دردی داره وقتی نگاه میکنه فراز منبر ابوبکر نشسته. صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. بعد فرمود ارا تراسی نهبا. مثل آدمی که خار به چشمش